تو رفتم پیش یه کسی از ترک کردن گفتم، از ترک کردن گفت، از سالم شدن. ساعت روی دستم رو دید و گفت تا فروش اون ساعت دود کردن پولش باید بری، بیشتر بری تا بخوری به خنسی، به لجن. توی راه اومدن اینجا ساعت انداختم زیر چرخ یه اتوبوس. هیچکی قد خودم نمیدونه به کجا رسیدم. من به لجن رسیدم. مریم، من تنهایی پس زندگی بر نمیام، کمکم کن، دستمو بگیر. ببخش منتظر موندی، یه خورده کار و خبرهای بد داشتم که به اونها رسیدم. من اینجا چی کار میکنم؟ آی آی آی، اعتماد به نفسم تو دستمه، تو دستای قوی داری. وقتی دور بازو حلقه میشه با آرومی نمیشه بازش کرد. اون خونه متروک همیشه متروک نبوده، یه پنجره داره که از بچگی و نوجوانی من تا همین الان سر جاشه. از همون پنجره سالها پیش من این دستای قوی رو دیدم که دور بازوی تیمسار صنعت نصیری حلقه شده بود، دور بازوی پدر من که تا دادگاه و اعدام رهونش کرد. من ضعیفتر و بی تجربه تر از اون بودم که از اون پنجره بگذرم و برسم به داد پدرم، ولی همون آدم ضعیف و بی تجربه دوتا کار ازش برمی اومد، به خاطر سپردن چهره تو و کرور کرور نفرت و کینه به دل گرفتن. حالا همون آدم بی دست و پا با تمام قدرت جلوی تو ایستاده. من شاهرخ نصیری با کرور کرور کینه، با کرور کرور انگیزه برای کشیدن ماشه این اسلحه. حق و انصاف که پسر همون پدری خلق دارو میشد خوندی دیرم؟ بگو بیشتر، حساب من با تو فقط یک گلوله و مغز تو نیست، حساب سالها انتظار رسیدن به اون روزی که باید برسه. اون دستای قری دستای من نبودن، دستای ملت بودن که نصیر رو میبردن. دور همه بیشتر میچسبه. آقای فروتن چی شده؟ حرف نزن، برو بشین اینا. Thank you.
بازو مربی چه بلایی سرت آوردم؟ بردی مسابقه رو؟ آره خوبه. شب زیادم دراز نیست، یعنی ما کارمون زیاده. از این بکسر دوزار یک کلوچ خورده شروع میشه بابا، میرسه به این خروس چنگ چشم ابرو مشکی و ختم میشه به این گنجیش که تو فاضلاب افتاده، تا که بالاخره میرسه به این بانو. زنته؟ اون توی بازی نیست. نه اون، نه فروتن، نه رسول جان. صاحب من این مربی به سن و سال میرسی که به سن و سال تو قد نمیده. هم سیبیل داری هم اصله، بالاخره یه جوری باید صحبت کنی که مردی. باباتم همه قد مرد بود، وقتی اصلاش ها دستش گرفتن زار بزد برای جور نقابلش. داغ ارتماس شنیدن میذارم به دلت. ببین از یه چیز مطمئنم، حتی اگه هفت کفنم بپوسونم میکشمت. حرف غیر علمی زد، زدمش. خب اگه موافقید یک کمی سرعت میدیم به کار امشبمون. میتونه شب خیلی پرکاری هم نباشه، فقط یکی دو تا انتخاب، بعدشم نخود نخود هرچی رود خانه خود. فقط یک گلوله، جنگی که فقط یک گلوله تکلیفش روشن میکنه. منم میدونی همیشه دو تا انتخاب هست، زشت و زیبا، وسط نداره، یا این ور یا اون ور. هر کدومی که بزنی یعنی که میخوای اون یکی دیگه بمونه، با تو بمونه. جدی جدی منو میخوام تکلیف خودمو بدونم. این تو، اینم بیتینی انتخاب. این مرد کلاه به سر کنارت وایساده، تو اگه لولهی اسلحه درگی بکنه و به جای دو انتخاب به سمت من بچرخه، نچرخه. از طهره بیار بالا. شبامو نمیذارم خراب شه. بلند شو. دیگه آخرهی گذشت کردنمه، دیگه زیادی داره به هم برمیخوره. بذارشو نشون بده که دیگه عقلت اومده سر جاش.
مکس نکن، اسلحه رو بیار بالا، وسط توی قلبش. اون که بره من سر جامم، هر کی که بره من سر جامم. بزنش. بهترین انتخاب خودمم. قرارمون تو خوابای پریشون تو. نه می‌زنی یا نه؟ چی بگم؟ یهو چه خبر شد؟ پلیس ها از کجا رسیدن؟ تو از کجا؟ پلیس ها از تلفن من رسیدن به اونجا. حالا دیگه یکی یکی، تو یه نفر، منم یه نفر. تو یه اسلحه پر کمرته، منم یه اسلحه تو دستم. از اون محموله تو یه توقع داری، منم یه توقع دارم. آدماتو از دور خارج کردم که جرزنی نکنی. تو وقتی دورت شلوغ میشه واقعا آدم جرزنی میشی. منم جرزنی نمی کنم، همونقدر که تو برای من خطرناکی منم برای تو خطرناکم. خب برنامه بعدی چیه؟ برنامه بعدی رفتنه. که کجا بری؟ آدرسشو تو بهم میگی. سوله
همون جایی که قرار محموله رو جا بدی. ببین چی پیدا کردم. فکر میکنم اون اتاق جای مناسبی باشه واسه اینکه شب بگذرونیم. دارم امتحانش میکنم. آخه فردا از این سوله گم و گور باید سوار امواج اینترنتی بشیم، از کابلای نوری بگذریم، برسیم به یه بانک شیک توی امارات، بانکی که واسه مشتریاش قهوه سرو میکنن، کارمنداش هم نعم نعم یا سیدی میگن. تو یه وقتایی دوست داری شیک حرف بزنی، اون وقتی که لهجت میزنه بالا. $2,000,000 تو بگو 5 سال. اول باید چشم به اون محموله روشن بشه، بعد آخه بی‌انصاف، از اون شماره تلفنی که من بهت دادم فقط 2 رقمش اشتباهه. بیا شماره حسابتو بزن. بی‌انصاف، فقط 2 شماره دیگه باید وارد کنم تا بتونه از حسابم برداشت کنی. خیلی زرنگی. وقتی اتاق گرم میشه آدم خوابش میگیره. تا هم یک کوچولو بخواب. دوست ندارم فردا موقع پرداخت $2,000,000 خمیازه بکشی. آخه افتاره واسد. Yeah.
بریم. کجا؟ بریم خبر بدیم. هیچ کی خبر نداره چی شده. من حال کسی ندارم. فائزه تو بمون. زیاد نمیتونین اینجا بمونین. وقتی تفنگ دستت بود و به من نگاه میکردی به چی فکر میکردی؟ به اینکه چند وقت سیر نگات نکردم، یا به اینکه چادر چقدر بهت میاد، به اینی که همون قدری که شرایط زندگی برای تو مستقیم بوده و درست، برای این دختره کج و کوله بوده. آقای دکتر مرادی به اونجا. حالا چی میشه این فرشته؟ به نظر تو شبیه مرده هاست یا زنده ها؟ خطایی که تو مانیتور بالا سرشون جوری کج و معوج حرکت میکنن میگه شبیه زنده هاست و تن بیجونش میگه شبیه مرده ها. اون دختر طلب زیادی از این دنیا داره، فقط راه وصول کردنش اشتباهی رفته. من چی؟ من از تو طلبی ندارم؟ خودت میدونی که داری، خودت میدونی که ازش میگذرم. هنوز تموم نشده. شب خوبی نیست میدونم، ولی حداقل اینه که کنار همسرت هستی. حالا اگه با این چشم به قضیه نگاه بکنی شاید شب بهتری به نظر بیاد. به سردخونه اینجا سر زدی؟ روی یکی از تختاشه. مربی مطمئنه تو از مرگ فروتن غمگین تر از منی؟ من سر قولم هستم، فقط یه امشب و دند رو جگر بذار. ببخشی جام سرگون. همینجا بمون، الان برمی گردم. میدونم الان بر نمی گردی. جواب عشق خواب دیدن میخوابم. امشب هنوز خواب ندیدم چون بیدارم. به درک که نخوابیدی. بیرم ببینم اینجا غیر از بخاری دستشویی پیدا میشه یا نه.
چی شده بابا؟ سلام. سلام بابا. از فائزه رسول چه خبر؟ زنگ زد فائزه. گفتم چی شده؟ مربی مرتن سوخته رود تاله باید رسیده باشه بارنداز. این المنتی ها به هیچ دردی نمیخوره، هم مصرف برقش زیاده هم کم دوومه. بس کنید مسخره بازی ها رو. گفتم محمود تو ایرانه، اون شماره لعنتی رو بده. باشه، پس باید لپتاپم رو روشن کنم. بعد که محمول رسید اون وقت پولو بهت میدم. اینجوری خیلی خوش به حالت میشه. اونی که موقعیت کلک زدن داره تویی، چون همون شماره تو دستته و همون اسلحه. ولی تو دست من فقط همین اسلحه هست. دیگه اون اسلحه هم تو دست من نیست، هیچی ندارم. بیا بگرد، بیا یا اون شماره لعنتی رو بده و تا رسیدن محموله و گرفتن پولت با اون اسلحه بالای سرم باش. همون شماره‌ای که بهت دادم، رقم اولشو بکن 3، آخرش هم 9. آلن سمیت؟ So you are Alan Smith. Abbott has been arrested. Everyone have been arrested. Except me. Shahrukh Nasiri. I want to be your eyes and ears in Iran. When the police attacked, I saved 2 things, myself and Abbott's mobile. Because it dawned on me why I should not Abbott's place. Of Abbott's attorney, who is next to me, he wasn't careful enough not to be arrested by the police. Is it not so? Why don't you tell me what happened? Why should I be able to trust you? Well, say, Ahmak! تو چی رو داری که از دست بدی؟ چرا نباید اعتماد کنی؟ The goods are in the middle of Iran. We can go back on that. It's lots of time, Mr. Smith. You have nothing to lose. I feel sorry for myself. We can work together for years. This is land of the youngs. اون تو رو میشناسه، ولی میگه باید ثابت کنی که وکیل عبادی. ثابت؟ خب من چجوری باید ثابت کنم؟ عجب خریه این. You tell the way.
چی میگه؟ این اعداد و ارقامی که برات میخونم براش ترجمه کن. الو. Listen to me, Mr. Smith. I translate about attorney's words. Okay? بهش بگو 25 مارس 680 هزار دلار به حساب توی هامبورگ به دستور عباد حواله کردم. 190 هزار دلار چهارشنبه گذشته، 980 هزار دلار از حساب 3737 عباد از بانک ابوظبی به حساب ریخته شده بابت اون محموله ماکتی که برام فرستادی. سال گذشته هم 1 میلیون دلار. اینا رو بهش ترجمه کن. بگی این ارقام همه جوری میشه به دست آورد، ولی بگو این که قراره یه حساب مشترک بین خودش و عباد با اسم مستعار جورج شینگ توی یه بانک زوریخ افتتاح بشه کسی خبر نداشته که قرار بود از سال آینده فقط از این برد شماره یه رمزشم شماره شناسان خودشه 5 9 5. یس شارخ نصیری. اوکی مستر شارخ نصیری، اوکی شد؟ تاریخ مصرفش تموم شده، باید چالش کرد مثل صاحبش. فکر میکنی وقت چال کردن تو که چقدر دیگه میخوای عمر کنی؟ توقعت از دنیا چقدر پیر مرد؟ خودمو نمیدونم، ولی تو رو میدونه. بلند شو، باید کار رو تموم کنی. ولی محموله امروز نرسیده. بهت میگم بلند شو. نگه خریتت نگیره. گرفته را بیافت. شماره رمز رو بزن برداشت کن از حسابت. رمز 5 رقمیه. هر کوفتی هست واردش کن. دادن پول معمولا دستم میلرزه، این بارم لرزید و یه عدد رو اشتباه زدم. بشین از اول بزنم، عجله ای که نداری. چند روز نگهش داشتم تو قرنطینه، پلیس صدایی تو آب نمک گذاشتمش واسه همچین روزایی.
فکر کنم رسیده. اومدم قهوه خونه دنبالت، سر قرار ارسالت ردتو گرفتم تا اینجا، ولی انگار دیر رسیدم. شب که اومدم دنبالت با دستبند اومدی سراغم، انقدر عصبانی بودم که به دل نگیر حرفای اون شبم، حرفای دیشبم. تو پلیس خوبی هستی، آدم خوبی هم هستی، ولی تو این مدتی که انقدر زیاد کنار هم بودیم، با هم بودیم، هیچ وقت فرصت نشد از زندگی خصوصیت برام بگی. هر وقت تلفنی بهت شد کاری بود. هیچ وقت فرصت نشد از زنت، از بچهت یا بچه‌هات، اصلا داری نداری، خب حالا نمیخوای.
سلام مادر. این از اون گلایی که تو راه بهشت زهر رو میفروشن نیست، اونا به دلم نمیچسبه. فکر میکنم گلاش یخ زده است. از گلخونه برات خریدم، تنها اومدم چون حرف دارم. دلخوشی مادر بودن به نگاه کردن قد و قامت بچه‌شه. به قد و قامتت نگاه میکردم، به راه رفتنت، خندیدنت، تتاقاری بودنت. وقتی رفتی دلخوشی های دیگه ای سر جاش اومد. این که سیاه پوش باشم تا آخر عمر، این که دیگه هیچ وقت نخندم، اون که میگه خاک سرده داغ عزیز ندیده یا خودش قبل از عزیزش خاک شده. آتیش میباره از داغت راهی. گله دارم از اقبالم که نمیتونم یه دل سیر عزاداری تو بکنم. اومدم اجازه بگیرم ازه تا عروسی رسول را بندازم، یه قوتی بدم به زندگی رسول و فائزه. Ha ha ha!